در بخش سوم جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت پکتیکا، کمیته های کاری روی 6 موضوع تعیین شده با هم بحث و تبادل نظر کرده و نظریات اعضای جرگه جمع‌آوری و در بخش سوم برنامه توسط مسئولان هر کمیته ارائه شد. در همین حال منشی کمیته های دگانه قطعنامه نهایی جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت پکتیکا را ترتیب کردند که قرار زیل می باشند. برای اینکه به گفتگوهای صلح زمینه مکمل مساعد شود، از تمام جناح‌های دخیل می‌خواهیم تا آتش‌بس قاطع، عاجل، سراسری و درازمدت را تامین کنند. گفتگوهای بین الافغانی میان جناح‌های درگیر در یک کشور بی‌طرف بدون نفوذ جناح‌های بین‌المللی تحت نظارت جامعه جهانی، سازمان ملل و سازمان کشورهای اسلامی هر چه عاجل آغاز شود. دریم، په هیواد کې د داسې سوچه اسلامي او ملي نظام رامنځته شي چې په هیڅ یو اړخ پورې تړلی نه وي، اسلامي، ملي، کلتوري، سیاسي او نورو ټولو ارزښتونو ته پکښې درناوی شوی وي او د هیواد ډېرې لاسته راوړنې پکښې خوندي وي او د ولسونو په خوښه او اراده رامنځته شوی وي. از طرف های درگیر می خواهیم که گفتگوهای صلح را به شکل صادقانه و راستین پیش ببرند. هرچی بیشتر کشور در بدر و ایران و مردم بیچاره را در نظر گرفته، روند صلح را بدون تأثیرات و فشارهای خارجی ها با در نظر داشت ارزش های اسلامی و منافع ملی به شکل درست و بدون ضیاع وقت پیش ببرند. یک دیگر را بپذیرند، احترام متقابل داشته، از منافع شخصی گذشته و به منافع ملی احترام داشته و از خود انعطاف نشان دهند. اینکه ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی در کشور ما جنگ 20 ساله را شروع کرده و هم اکنون تلاش‌های صلح را آغاز کرده و می‌خواهند این جنگ پایان یابد، بنابر این جنگ را باید به شکل مکمل و مسئولانه پایان دهند و با در نظر داشت تاریخ گذشته افغانستان برای ما صلح ناقص را تضمین نکنند، بلکه آمریکا باید با نظارت جامعه جهانی، سازمان ملل، سازمان بین المللی، کشورهای اسلامی و کشورهای همسایه به شکل مشترک تلاش‌های صادقانه را برای صلح افغانستان انجام داده و بحران افغانستان را برای همیشه حل کنند. کمک‌های مالی خود را برای انکشاف افغانستان در آینده هم جاری نگه دارند. دستاوردهای گذشته با ویژه حفظ حقوق مدنی، حقوق زنان، حق آزادی بیان و شمار از حقوق دیگر در گفتگوهای صلح باید جدی پین داشته شده و حفظ شود. در کنار تمام مدرسه‌های سیاسی، عالمان دین، بزرگان و متنفذین قومی و سطح کشور، حضور فعال جوانان و زنان در گفتگوهای صلح باید به شکل جدی در نظر گرفته شود. جوانان پکتیکا فرصت فعلی صلح را یک چانس زرین، طلایی و تاریخی دانسته و از این فرصت باید به منظور پایان دادن جنگ بدبخت چندین دهه گذشته استفاده عظمی شود. بر جناحی که در استفاده از این فرصت غفلت کنند، جناح یاد شده به مردم، نسل‌های آینده و تاریخ کشور مسئول خواهند بود. در پایان جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت پکتیکا به تمامی اشتراک کنندگان از سوی گروه تماس جوانان برای صلح لقب سفیران صلح اهدا شد. از سوی هم اعضای برگزاری جرگه صلح نسل نو و جوانان ستایشنامه را از سوی گروه تماس دریافت کردند. قطعنامه جرگه صلح نسل نو و جوانان به سه آدرس حکومت افغانستان، تحریک طالبان و ایالات متحده آمریکا تسلیم داده می شود.